اگه بهت بگم جاهایی رو زمین هست که جاذبه زمین مثل همیشه عمل نمی‌کنه باورت میشه؟ مکانهایی که انگار قوانین فیزیک دیگه اونجا جواب نمیدن. توی این ویدیو قراره به 10 تا از عجیب‌ترین مکانهای دنیا سر بزنیم. جاهایی که جاذبه زمین به نظر غیر فعال شده یا دست کم اینطور به نظر میاد. ولی دلیل واقعی پشت این پدیده ها چیه؟ آیا واقعا جاذبه اینجا از بین رفته؟ یا با یه خطای دید فوق‌العاده طرفیم؟ من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از قدیم تا الان رو میشنوید. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا مکانهایی رو کشف کنیم که جاذبه زمین رو به چالش میکشن. اولین جایی که میخواییم بریم تپه استرونامیز یا اسپوک هیل توی فلوریدای آمریکاست. این تپه در شهر کوچیکی به اسم لیک ویلز قرار داره. وقتی ماشینت رو تو سراشیبی قرار میدی و ماشین رو به حالت خلاص میذاری، انتظار داری ماشین به سمت پایین حرکت کنه، ولی به طرز عجیبی ماشین به بالا میره. اهالی منطقه افسانه‌ای دارن که میگن یک سرخپوست با یه تمساح عظیم تو این مکان جنگیده و روح اونا حالا باعث میشه ماشینا به سمت بالا کشیده بشن. البته که این یه داستان خیالیه و حقیقت چیز دیگه ایه. علم پشت این پدیده نشون میده که اینجا خطای دید بزرگی رخ میده. زمین به طرز ماهرانه شیبدار طراحی شده که باعث میشه مغز ما اشتباه کنه و فکر کنیم ماشین به سمت بالا میره، در حالی که در واقع ماشین به سمت پایین حرکت میکنه. مکان بعدی که میخوایم بهش بپردازیم هوور دم در آمریکاست. هوور دم که یه شاهکار مهندسی تو آمریکا محسوب میشه، پدیده عجیب رو نشون میده. اگر بالای این سد بیستی و یه بطری آب رو از لبه سد بریزی، قطرات آب به جای اینکه به پایین سقوط کنن به سمت بالا میان. انگار که جاذبه اینجا هیچ نقشی نداره و آب در خلاف جهت طبیعی حرکت میکنه. ولی چرا این اتفاق میفته؟ اینجا در واقع یه نیروی جاذبه جدید نداریم، بلکه بادهای قوی که از پایین سر به سمت بالا حرکت میکنن باعث میشن آب به سمت آسمون برگرده. این پدیده یکی از مثالهای بارز جریانهای هوایی شدید هست که میتونن حتی مسیر سقوط قطرات آب رو تغییر بدن. میریم سراغ تپه مغناطیسی یا مگنتیک هیل در کانادا. یکی از معروفترین تپه‌های جاذبه گریز دنیا تو کانادا قرار داره. اینجا مردم با ماشین به سمت تپه حرکت میکنن و وقتی ماشین رو روی سراشیبی خلاص میکنن، ماشین به طرز عجیبی به عقب برمیگرده. این تپه که به نام تپه مغناطیسی شناخته میشه، خیلی از مردم رو متحیر کرده. بعضیا فکر میکنن اینجا یه نیروی مغناطیسی قوی وجود داره که ماشین ها رو میکشه. اما باز هم جواب علمی پشت این پدیده چیز دیگه ایه. تو این منطقه هم با یه خطای دید مواجهیم. توهم ناشی از چشم‌انداز اطراف باعث میشه مغز ما شیب رو اشتباه تشخیص بده و فکر کنیم داریم به سمت بالا حرکت میکنیم، در حالی که ماشین به سمت پایین داره حرکت میکنه. حالا میرسیم به یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی در جهان. سنگ طلاکاری شده کیاکتیو پاگودا در بالای کوهی در میانمار قرار داره. این سنگ غول‌پیکر که با طلای خالص پوشیده شده، به طرز معجزه آسایی روی لبه نازک قرار گرفته و انگار هر لحظه ممکنه سقوط کنه. مردم محلی اعتقاد دارن که این سنگ توسط یک تار موی بودا سر جاش نگه داشته شده. با وجود زمین لرزه ها و زلزله های زیاد در منطقه،
این سنگ هزاران ساله که همینجا مونده و تکون نخورده. اما دلیل علمی پشت این پدیده هنوز مشخص نیست. دانشمندان معتقدند که سنگ کیاکتیو ممکنه یک مرکز ثقل خاصی داشته باشه که باعث شده روی لبه بسیار باریک متعادل بمونه. ولی هنوز هیچ کس نمیتونه به طور قطع بگه چرا این سنگ تا الان نیفتاده. در کالیفرنیا یک منطقه عجیب به نام منطقه اسرارآمیز سانتا کروز وجود داره. وقتی وارد این منطقه میشی چیزهایی رو میبینی که با عقل جور در نمیاد. کلبه هایی که به طرز عجیبی ساخته شدن و باعث میشن آدم ها بدون افتادن به دیوارها تکیه بدن. یا بعضیا تو این کلبه ها یک دفعه قد بلندتر یا کوتاهتر به نظر میرسن. افسانه های محلی میگن این منطقه تحت تاثیر یک نیروی ناشناخته است، یا شاید یه برخورد شهاب سنگ باعث شده تا قوانین فیزیک اینجا متفاوت بشه. اما دانشمندان این پدیده ها رو به خطاهای دید نسبت میدن که به خاطر شیب های عجیب و ساختار کلبه ها ایجاد شد. باز هم مغز ما درگیر توهم های عجیب میشه. در نزدیکی مونکدن در نیو برانسویک کانادا یکی دیگه از تپه های جاذبه گریز قرار داره. مشابه تپه های دیگه ماشین ها اینجا هم به نظر میرسه که به سمت بالا حرکت میکنن، در حالی که در واقع به سمت پایین میرن. این منطقه به یکی از جاذبه های توریستی معروف تبدیل شده و مردم برای تجربه این پدیده باید بلیت بخرن. راننده ها بارها اعلام کردند که انگار یه نیروی مغناطیسی تو تپه وجود داره که اونا را به عقب میکشه. ولی باز هم اینجا با یه خطای دید مواجهیم که توسط توهم بصری ناشی از منظره تپه و شیب‌های اطراف ایجاد شده. آبشار کیندر در انگلستان یکی از جالب‌ترین پدیده‌های طبیعی جهانه. این آبشار که ارتفاعش 98 فوت یا حدود 30 متر هست، تو بیشتر روزها مثل یک آبشار معمولی عمل می‌کنه. اما وقتی بادهای غربی قوی تو این منطقه شکل میگیره، جریان آب به جای سقوط به پایین به سمت بالا میره. تصور کن آب از بالای صخره به پایین میریزه، ولی یهو در میانه راه به سمت بالا میره. این پدیده به خاطر قدرت بادهای قوی تو منطقه است. گاهی اونقدر این بادها شدید میشن که حتی ذرات آب تا چند کیلومتر دورتر پخش میشن. در داکوتای جنوبی آمریکا منطقه‌ای به نام نقطه اسرارآمیز کازموز وجود داره. تو اینجا مردم میتونن روی دیوار کلبه‌های این منطقه راه برن، آب رو از یه لیوان به لیوان دیگه بریزن و ببینن که آب به جای اینکه به پایین بره به سمت بالا حرکت میکنه. مثل بقیه جایی که گفتیم، اینجا هم با یه خطای دید فوق‌العاده روبرویم. ساختار کلبه‌ها به طرز ماهرانه شیبدار طراحی شده تا توهمی از بی‌جاذبگی ایجاد کنه. این منطقه باعث شده تا سالانه هزاران توریست برای دیدن این پدیده عجیب به اونجا بیان. در جزیره زیبای ججو در کره جنوبی جاده‌ای وجود داره که به جادوی ججو یا جاده مرموز معروفه. تو این جاده اگه ماشینت رو توی سرازیری بذاری و خلاص کنی، ماشین به جای اینکه به سمت پایین بره شروع به حرکت به سمت بالا میکنه. خیلی از گردشگرانی که از این جاده عبور میکنن به این باور میرسن که نیروی مرموزی در حال کشیدن ماشین به سمت بالاست. اما مثل بقیه جاهایی که گفتیم، اینجا هم همه چیز از یک توهم بصری ناشی میشه. شیب جاده به گونه ای طراحی شده که به نظر میاد ماشین داره بالا میره، ولی در واقع به سمت پایین حرکت میکنه. میدونم عجیبه. این مکان به یکی از جاذبه های توریستی مهم جزیره ججو تبدیل شده و هر سال هزاران نفر برای تجربه این پدیده عجیب
به اینجا میان. و حالا میرسیم به یکی از عجیبترین و علمیترین پدیده های بدون جاذبه در جهان. در منطقه هادسون بی در کانادا، جاذبه زمین به طرز قابل توجهی ضعیف‌تر از سایر نقاط جهانه. چیزهایی که تو این منطقه وزن می‌کنی تقریباً 0.1 اونس یا حدود 3 گرم سبک‌تر از جاهای دیگه است. اما چرا این اتفاق می‌افته؟ دانشمندان معتقدند که این پدیده به خاطر یک صفحه یخی عظیم که میلیون‌ها سال پیش توی این منطقه قرار داشته رخ داده. این صفحه یخی بزرگ باعث شده تا توده سنگی زیرین فشرده بشه و همین موضوع باعث کاهش نیروی جاذبه در این منطقه شده. این کشف علمی نشون میده که اثرات تغییرات اقلیمی و دوران یخبندان‌های گذشته حتی هنوز هم میتونن بر نیروی جاذبه تأثیر بذارن. خب، حالا که لیست 10 تای ما کامل شد، امیدوارم از این سفر به دنیای عجیب و پر رمز و راز جاذبه گریز لذت برده باشید. حتما نظرت رو درباره این پدیده ها با همون به اشتراک بذار. در ضمن اگر کانال های داستان های جهان رو سابسکرایب نکردی، حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو برای دوستاتم بفرست تا اونها هم با این رازهای حیرت انگیز آشنا بشن.